اعمال فصل پنجم. اما شخص به نام هنانیا با همسر خود سفیره قطع زمینی را فروخت و با اطلاع زن خود مبلغ از پول آن را نگه داشت و بقیه را آورد و در اختیار رسولان نهاد. پتروس گفت: ای هنانیا، چرا اینطور تسلیم شیطان شدی تا او تو را وادار کند برای القدس دروغ بگویی و مقداری از پول زمینت را نگه داری؟ آیا وقتی آن را داشتی مال خودت نبود؟ آیا وقتی آن را فروختی باز هم در اختیار خودت نبود؟ چی طور شد که فکر چنین کار کردی؟ تو نه به انسان بلکه به خدا دروغ گفته ای. همین که هنانیا این سخنان را شنید به زمین افتاد و جان سپرد و همه آنانی که این را شنیدند بسیار ترسیدند. آنگاه جوانان آمدند و او را کفن کرده به خاک سپردند. پس از 3 ساعت همسرش بدون این که از جریان آگاه باشد داخل شد. پتروس از او پرسید: بگو ببینم، آیا زمین را به همین مبلغ فروختید؟ زن گفت: آره، به همین مبلغ. پتروس با او گفت: چرا هر دو همدس شدید که روح خداوند را بیازمایید؟ کسانی که شوهرت را دفن کردن هم اکنون در آستانه دروازه هستند و تو را هم خواهند برد. در همان لحظه او پیش پاهای پتروس افتاد و جان داد. جوانان که داخل شدند او را مرده یافتند و جسدش را بردند و پهلوی شوهرش دفن کردند. بر همه کلیسا و کسانی که این را شنیدند ترس شدید افتاد. رسولان قدرت‌ها و معجزات بیشماری در میان قوم انجام می‌دادند و با یک دل در رواق سلیمان جمع می‌شدند. هیچ کس خارج از جمع خودشان جرأت نمی‌کرد با آنان هم‌نشین شود، اما مردم عموماً از ایشان تعریف می‌کردند. ولی بیش از پیش مردان و زنان بسیاری به خداوند ایمان آوردند و به ایشان پیوستند. کار به جایی رسید که مردم بیماران خود را در کوچه ها می آوردند و آنان را بر بستر و توشک می خوابانیدند، تا وقتی که پتروس از آنجا می گذشت کم از کم سایه او بر بعضی از آنان بیفتد. عده زیادی از شهرهای اطراف اورشلیم آمدند و بیماران و کسانی را که گرفتار ارواح ناپاک بودند آورده و همه شفا یافتند. در این هنگام کاهن اعظم و دستیاران او، یعنی فرقه صدوقی، از روی بدبینی اقدامات به عمل آوردند. آنها رسولان را گرفتند و به زندان عمومی انداختند. اما همان شب فرشته خداوند درهای زندان را باز کرد و آنان را بیرون برد و به ایشان گفت: بروید و در خانه خدا بیستید و در مورد این زندگی نو با هم صحبت کنید. پس آنان این را شنیدند و با آن عمل کردند و صبح وقت به خانه خدا رفته به تعلیم پرداختند. کاهن اعظم و دستیاران او، اعضای شورا و کلانهای اسرائیل را خواسته جلسه تشکیل دادند و کسانی را فرستادند تا رسولان را از زندان بیاورند. وقتی ماموران داخل زندان شدند آنان را نیافتند. پس بازگشتند و گزارش داده گفتند: ما دیدیم که درهای زندان کاملا بسته بود و نگهبانان در پیش درها سر خدمت حاضر بودند، ولی وقت در را باز کردیم هیچ کس را نیافتیم. هنگامی که فرمانده محافظین خانه خدا و سران کاهنان این را شنیدند حیران ماندند که رسولان چه شدند و عاقبت کار چه خواهد شد. در این هنگام شخص پیش آمد و گفت: زندانیان شما در خانه خدا استاده اند و قوم را تعلیم می دهند. پس فرمانده با محافظین خانه خدا رفت و آنان را آورد، البته بدون اعمال زور، زیرا می ترسیدند که قوم آنان را سنگسار کنند. رسولان را آوردند و در برابر شورا بپا داشتند و کاهن اعظم تحقیقات را چنین آغاز کرده گفت: مگر ما به تکرار به شما نگفتیم که دیگر به این نام تعلیم ندید؟ اما شما برخلاف امر ما اورشلیم را با تعلیمات خود پر کرده اید و می کشید که خون این شخص را به گردن ما بیندازید. پتروس و رسولان جواب دادند: از خدا باید اطاعت کرد نه از انسان. خدای پدران ما همان عیسی را که شما مصلوب کرده کشتید زنده گردانید و به عنوان سرور و نجات دهنده با سرافرازی در سمت راست خود نشانید تا فرصت توبه و آمرزش گناهان را به بنی اسرائیل عطا فرماید. و ما شاهدان این امور هستیم، یعنی ما و روح القدس که خدا به تابعین خود بخشیده است. هنگامی که این را شنیدند چنان خشمگین شدند که تصمیم گرفتند آنان را بکشند. اما شخصی از فرقه فریسی به نام غمالائل
که استاد شریعت و پیش همه مردم محترم بود در مجلس به پا خواست و امر کرد که بندیان را مدت بیرون برند. سپس به حاضران گفت: ای اسرائیلیان، متوجه باشید که با اینها چی میکنید. چند وقت پیش شخصی به نام تیودا برخاست و با این ادعا که شخص مهم است تقریبا 400 نفر را دور خود جمع کرد، اما او به قتل رسید و همه پیروانش از هم پاشیده شدند و تمام نقشه های او نقش بر آب شد. یهودای جلیلی هم در زمان سرشماری برخاست و گروهی را به دنبال خود کشید، اما او هم از بین رفت و پیروانش پراگنده شدند. و امروز این دا به شما میگویم که با این نفرا کار نداشته باشید. آنها را به آل خود بگذارید، زیرا اگر نقشه و کاری که دارن از انسان باشد به ثمر نخواهد رسید. اما اگر از خدا باشد شما نمیتوانید آنها را شکست بدهید، چون در این صورت شما هم جز کسانی خواهید شد که با خدا ستیزه میکنند. آنان به نصیحت او گوش دادند، رسولان را خواستند و پس از آن که آنها را با دره زدند به آنان اخطار کردند که باید از سخن گفتن به نام عیسی دست بردارند. سپس آنها را آزاد کردند. پس رسولان چون خدا آنان را شایسته دانسته بود که به خاطر نام عیسی بی حرمتی ببینند، خوشحالی کنان از حضور شورا بیرون رفتند و همه روزه در خانه خدا و در خانه ها به تعلیم و اعلام این مژده که عیسی مسیح وعده شده است ادامه